بچه ها خیلی خیلی خوش اومدید به یه گیم پلی دیگه. جلوی چهار تا گولاخ سنگین میخوام این دست رو بازی کنم بچه ها. کار خیلی خیلی سخته، هیچی نمیدونم چی میشه. این طرف یارای من صفر مطلقن. من حقیقتش وایستادم که دوتا دونه یار خوب پیدا بشه. هر کسی که میومد فقط بازنده. آی بر پدرت لعنت، الان اومدی هر اون زاده. اینو باهم کنم این پسر اگه میبود خیلی خوب میشد. به گارف غیر ممکن از زیر لولاشون در بیه. جیجی شد. وای گلدارا نگاه کن. این سعید بچه ها، این چاقال حیف نون، این کسخل میگه من تاپوان ایرانم. طرف میگه من تاپوان ایرانم. باورتون میشه یه نفر برگرده بگن تاپوان ایرانم؟ طرف تو ایرانم هست. تو ایران که پر گولاخه. یا خدا ببین طرف چی برداشت. خدای بزرگ ببین طرف چی برداشت. کمپلت بازی به هم ریخت تمام. آه خدای بزرگ طرف ببین طرف آخرین پیکشو وینتر پیک کرده در مقابل چی؟ آی خدای بزرگ، یعنی ببین غرقمون میکنن ها. لعنت به این شانس. آی توف شد. بچه ها متاسفم ولی اصلا درست نی. یعنی ببین باید اینا خیلی خوب بازی کنن ما بتونیم بزنیم. خیلی خوبا، نه یه مقدار خوب، خیلی خوب. ببین یعنی آی خدای بزرگ. البته بابا این دیارو کسخلو نگاه کن. ای چیرم تو بازیت نبستم. بچه ها یه خبر خیلی بد. آه این بازی قراره امیدو از چون بکنه.
خدایی به دادمون برس. بچه یه نقطه، آدمی نیستم که چیز کنم و آدمی نیستم که بترسم از بازی کردم، ولی مسئله اینه که بعد از این همه سال بازی کردم میدونم بازی قراره، میدونم چه جوری میتونه بازی پیش میره. یعنی واقعا باید اونا خیلی کسخلی بازی کنن که بتونن که این بازی رو، منظورم اینه که ببازن این بازی رو، یعنی واقعا باید خیلی گاو بازی کنن. فقط باید امیدوار باشم توی این بازی که بتونیم یه کاری بکنه. اوه سویچ که بیه، متاسفم بچه ها، اونا واقعا از هر لحاظ بهتر از ما. اوه خدای بزرگ، اینا یه ذره عقب بازی کنیم بچه ها. توک ای با همون طبق روال عادی کمپلت اتکام نیسته. فقط امیدوارم، فقط امیدوارم، یعنی میشه اینو خوب بازی کنم؟ به جون مادرم حتی نرمالم بازی کنن من این بازی رو میزنم. اونا چیزو دارن، اونا این وکر رو دارن که خیلی ایرو سنگین و قویه. این پسرها سعید بچه ها دو، میدونید چی جالبه؟ از 100% بازیش، نمیدونم چرا اینجوریه پسره، از 100% بازیش اگه نصفش بازی باشه نصف دیگهش اسپمه. دقیقا فقط مینویسه، فقط مینویسه، هیچ کار دیگه هم نمی کن. برو گم شو بابا، ریدم باشه. وارد کاشته؟ آره اینجا وارد کاشته دیدمش. چیزی بلد نی؟ طرف آخرین پیک وینتر پیک کرده، من با وینتر چه غلطی بکنم؟ ها؟ ناموسن، من با وینتر چه غلطی بکنم تو بازی 5-5؟ فقط اگه بتونم تو لاین خودم سریع پا بگیرم، بیام قبل از اینکه اینا بیشتر گوه بالا بیارن، بتونم بهشون کمک کنم برن یه ذره قوی بشن، اگر نه کارمون حسابی تو این بازی قرار سخت بشه. میگیرین چی میگم؟
هیس. یا خدا یارو چقدر آیتم داره بچه، این یکی رو نگاه کنین، آیتم های نفر رو. باز خوب بود یارو وینتر برداشته بچه ها. و این یکی هم که لولاشو میس میده، خدا به دادمون برسه، فقط خدا به دادمون برسه توی این بازی. بوکر لعنتی هم یه فیلی فارم سنگین داره میزنه، صفا باشه. یه دیگه دیگه باشه بچه ها. بعد تازه یه چیز جالب بهتون بگم، تازه هنوز چیز نیومده، هنوز به گنگ اضافه نشده طرف لژیون. شیشه اون طرف نیاز به کمک دارن. چه چونی؟ ایف دستان یه دیگه بود. ای بابا 11 ثانیه، 10 ثانیه، 9 ثانیه، 5 ثانیه. بعد همونجا بایستیم. تو رو گم شو بابا، تو هم کسور یارو فقط داره زیر میزنه. بازی کن بابا، ریدم تو بازی تو. من خودم اونجا مشکلات خیلی گنده تری دارم. این اسنپر پایین، خب کسکش کمون میخوری بیرون رو برمیداری بینو به خودت هم میگی تاپمان ایران کی داره تاپمان ایران تو دهنت. کجا میره؟ اوه
همینجوری شم این بازی سخته. بعد فکرشو بکن بیا چوسنال های یاران گوش کنی. کن دایی اینو بزنی. بچه بازی خیلی خیلی قرار سخت باشه. اوه سه نگرفته. اوه مای گاد نفر سه نگرفته. هولی فاکینگ شیت، هولی فاکینگ شیت، اوه مای گاد. هولی فاکینگ شیت، طرف سه نداره. اوه خدای بزرگ. اوه با آیسی کاپ خوش اومدی. با آیسی کاپ خوش اومدی. طرف سه نداره. آفرین. طرف میسشو وا نکرده. خیلی هم عالی. آفرین. آفرین. بذار قشنگ کل مکس دمجو بخوری که آجی حالشو ببری. آفرین. خوشمون. خوشمون. شیرم تو بازی دارم بسیم. آره معلومه دیگه، یه حالا اونجا فری فایر باشه معلوم. تاپوان ایران ها بچه، نفر میگه تاپوان ایران آخرین پیک، هیروی آخر جلوی این گولاخه نفر وینتر پیک کرده و آیتماشو نگاه، بدون وارد بدون سنتری تاپوان ایران مرتی که گندگوز چاقال. من تاپوان ایرانم، برو کیرم تو بازید چاقال سگ. تو کیر تاپوانم نیستی مادت زنده. تاپوان ایرانم برو گام شو مادر. تاپوان ایران یعنی آخرین پیکشو چیز برمیداره، لست پیک که مهمترین مهم، میتونی باش با پیک آخر میتونی بازی رو عوض کنی. وینتر برمیداره، بعد وینتر رو برمیداره بدون ساپ و دم و دستگاه. بابا دمت گرم. کیرم تو طرف رو نگاه چه بازی میکنه به قرآن دمش گرم.
تاپ ما ایران چرا نه وارد داره نه سنتری؟ تاپ کنی فقط به گندگوزی میدایی این هیچ موقع یاد نره. جمعش کن دیگه بابا تو هم بچه ها دقت کردی من دارم چیکار میکنم؟ همه چیو خودم دارم بازی میکنم بچه ها. میدر کری همه چی اوی بسکش جیم پدرسک بازی رو به گاه داد کسخل میگه همه جا میان رو من. خب البته که میان رو تو پدر سگ هرومزاده، اونا کونای مپو میکشن هرومزاده نوب سگ پدر سگ.
کسکش به من میگی پول نهارم چیز کنم؟ به من میگی پول ندارم وارد بگیرم مادر جنده میری جم میگیری؟ هر اون زاده؟ به من میگی پول ندارم مادت جنده حرومزاده کیل کردی تو بازی مادت جنده کسکش حرومزاده مادر جنتو گاییدم بی ناموز کیرم دهنه کسی که به تو بازی یاد داده حرومزاده کسکش این خواهد کستم مادر جنت رو گاییدم
یعنی اگه من دیگه به توی حرمزاده اطمینان کردم، اگه من دیگه تو رو راه دادم تو بازی، اگه من تو رو راه دادم بر پدرت لعنت، اینو بزنیم. بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا. اینجوری باید بازی کنی زن پدرتو گاییدن. تاپمن یعنی اینجوری بازی میکنه. کیرم تو بازی مادت زنده. تاپمن اینجوری بازی میکنه، حروم زاده، نه جوری که تو بازی میکنی. کسکش جم میگیری، جم و فیت میکنی. بیناموز مادت جنده ای ولد زنا، انده کیره خرم بارت نی، به خودت برمیگردی میگی تاپوان ایران اسگل. کیرم تو بازی، تو فکر میکنی من از پشت کوه اومدم حروم زاده؟ یه تحت تاثیر کوچره تو قرار بگیرم مادر قهوه. قبل از اینکه استارت کنم گیمو بهش گفتم آجی، گفتم این بازی دهنمون گاییده است سعید. گفت نه نترس، نه تر سعید ولف با توه، برو کیرم تو کس مادر جندت. از اون برم حال وصله ندارم بشنم با این اقده یای پدرسگ بشنم بحث کنم. این کس خلو، ای بابا، ای بابا، ای بابا، ای بابا. شما رو بوکر رو نگاه کن، چه فری فایر میه مادر. گیم به گاه رفت بچه ها. متاسفم، تمام تلاشمو کردم.
شهرمنده بچه ها، تمام تلاش شما به قرآن مجید کردم. کسکش سعید خارکسته کیر که تو بازی مادرشو گاییدم. سعید حرومزاده کیر که تو بازی ما لس پیک ورداشت. آخرین پیک نفر رفت چمم رفت، آخرین پیک نفر رفت وینتر ورداشت حاجی، کیر که تو بازی ما. الله اکبر. الله اکبر. کارش نمیشه که خیلی قوی بودم. همه اونجا وایستادن بابا. این اینجا بینه اوزا که پدر سگ بزن.
یارو وارد تو دستشه، وارد رو پلن نمی کنه بچه ها، نگاه بچه اینو نگاه، وارد رو نمی کنه. بچه ها این به خودش، این به خودش میگه تاپوان ایران، میگه تاپوان ایرانم من. حالا دیگه قضاوت با خودتون، تاپوان ایران اینجوری بازی میکنه ها؟ چیزی نبود. خاک تو سرت بازی کرد. بسکش نه تو رو خود تاپونه ای پس خوب خاره تو باید بچه خدا وکیلی غیر ممکن بود. این ریپلی میخوام بذارم داخل کانال که بهتون نشون بدم این همون سندیه که دقیقا نشون میده که طرف چقدر بارشه. حرفای من اول بازی رو نگاه کنین، حرفای اول بازی رو گوش کنین، ببینین چی بهتون گفتم و ببینین چه اتفاقی افتاد و بعد حرفایی که زدم و اتفاقی که افتاد رو با هم دیگه مقایسه کنین، ببینین چقدرش درست بود و چقدرش اشتباه، و با مقایسه این حرفا، با مقایسه این حرفا شما کاملا متوجه میشین که کسی رو که دارین فیلم بازیشو نگاه میکنین کاملا متوجه میشین که نفر کیه. این میتونه یه سند فوق‌العاده باشه واسه کسایی که الان، واسه کسایی که فیلم و بازی رو میبینن و میخوان بدونن یارو چقدر، طرف چقدر از بازی میدونه. ببین یه نکته رو بهتون بگم، اینی که آدم برمیگرده میگه خب من تاپ وانم، این یه طرف، هر کسی میتونه به خودش بگه تاپ وان، هر کسی میتونه به خودش بگه تاپ وان، ولی نکته چیه؟ تو بازی معلوم میشه که آیا واقعا یارو چیزی بلد هست یا نه. من هیچ نیازی به این ندارم که بخوام این بر اون بر گنده بگوزم،
سند اسکیلی که تو بازی نشون میدم، کاری که تو بازی انجام میدم، طرز فکری که تو بازی دارم، کارهایی که انجام میدم مطلق گویای اینه که من کیم. ای بچه، این پسر سعید رو دیدین؟ یه نکته، قبل از اینکه گیم رو استارت کنیم اون چهار نفر اومدن ما تیمیم، بعد من آجی حقیقتش یه چی واسه کیوس داره بازی کنه به واسه من اصلا واسه با خود نمی کنم، من مطلق واسه برنده شدن بازی میکنم چون وقت دارم میذارم. برگشتم به این سعید چی گفتم، گفتم سعید داداش، گفتم نمیشه، گفتم ببین یارم نی، گفتم اینو کونمونو پاره میکنن، صادقانه دروغ ندارم بهتون بگم، حقیقت رو دارم میگم. برگشتم گفتم سعید کونمونو پاره میکنن و برگشت اینجوری نترس، تو سعید ولفو داری. تو اون لحظه با خودم تو دلم گفتم آخه مادت جنده، آخه مردی که گنده گوزه حیف نون، تو اصلا نمیدونی من کیم، تو به من میگی نترس؟ کسول ترس من از اونا نی، ترس من از تو نوبه، چون من میدونم کسی رو که نمیشناسیش یه هوی میری هر جا برمیگردی میگی تاپ ونم، هیچ گوزی نیستی. من ترسم تو اون لحظه این بود، نترس. برگشت گفت نترس، سعید ولف با توه. به جون مادرم تو اون لحظه دوست داشتم کنار دستم می بود بعد از اینکه این حرفو میزد که من نترس سعید ولف با توه، اینجوری یه چک سنگین تو گوشش. این چک رو میزدم نه به خاطر اینکه آدم حرومزاده ایم، به خاطر اینکه آدم خوبیم و بهش نشون میدادم، با این چک میخواستم بهش نشون بدم که این بازی حرمت داره، این بازی جا گندگوزی نی. وقتی توی مجلس بزرگ میشینید نباید بشینی گنده بگوزی، کیرم تو بازیت باید واقعا چیزی واسه رو کردن داشته باشی. وقتی بین بزرگا داری را میری باید واقعا چیزی بارد باشه، کیرم نهند. این چکو به این خاطر بهش میزدم که بهش نشون بدم این بازی حرمت داره، این بازی سلسله مراتب داره، این بازی قانون داره، تو نمیتونی با گو خوردن خوب باشی، هر کسی میتونه گو بخوره، پسر منم میتونه همین الان گو بخوره بگه من تاپ بانم، ولی همونجا تو گوشش خفه شو، اسم تاپ بانو کثیف نکن، کیرم تو بازیت. مادر جنده، رفتیم تو بازی وایستاده آخرین پیک وینتر پیک کرده جلو کی؟ جلو گولاخا، جلوی گولاخا وینتر پیک کرده. حالا جالب چیه؟ اب نداره وینتر پیک کردی، من باش کنار میام. خب کسکش وینتر رو بازی کن مادر جنده حرومزاده. پدرسگ میدونی چی جالب بود؟ قبل بازی تو هاست برگشتم میگه امید ایار بساز رندوم، ایار بساز بازی کنیم رندوم. کسکش تو گوز کدوم چونی که رندوم بازی کنی؟ خار کسه، رندوم بهت ویپس میده، رندوم بهت ازالور میده، مادت جنده رندوم بهت ویسیج میده، چجوری میخوای بازی کنی؟ کسکش تو خودت پیچ میکنی نمیتونی این رو تو بازی کنی، مادت زنده. به من میگی رندوم مثلا سومید رندوم بریم، رفته پیچ آخر وینتر پیچ کرده، اینو من کجای دلم بذارم؟ حالا انقدر بچه با من خستم، انقدر خارم گایده شده، مادرم تو این بازی گایده شده، انقدر خستم دیگه، حالا اصلا توضیح دادم بیارو ندارم که به نفر بگم عزیزم، خواهر من، برادر من، بیناموس حرومزاده مادر جنه، تو اصلا میدونی داری چی کار میکنی؟ کسکش بازی 5-5 حرومزاده، خونه خالت نیست که، مادر قوه، هر چیو که نگاه میکنی عکس خشمگینی داره رو ور میداری، چیرم دهنه موسه، تو همینجوری میچرخونی دوی سی چل میکنی، یه ایرو پیچ میکنی،
کیرم تو کس ننت مادت زنده. این چه وضعشه آخه بابا؟ تو میای 50 دقیقه 60 دقیقه رو تو میای میشینی بازی میکنی، آخر سر زورش واسه من کجای بچه ها؟ زورش واسه من اینه که اون ازبک خارکسته، اون ازبکایی که من از کس و چون میشینم دارشون میزنم و تو سولاخشون فشار میدم، آخر سر نفر اومده داره به من فوش میده، طرف داره به من میخنده، به من میخنده که آتا چونت گذاشتیم، بابا کسکش حروم زده، من یار ندارم مادت جنده، من تو بابا تو فک و فامیلاتو با هم دیگه میبرم تنهایی، خار کسه، من یار ندارم اینا رو، نگاه کن کسکش تو جلو من نتونستی پا بگیری، تو رفتی تاپوان ایران رو گاییدی، کسکش تو رفتی یه خالیبند مادت جنده فیک رو رفتی گاییدی، سر اون پا گرفتی و یعنی تو گوز کدوم چون باشی که جلو من میخوای پا بگیری، من چونت میذارم، خواهی داشتی میمادی میشیستی وسط بازی میکردی، من استرپر جنده نکردم، میدری وجود نداشت، میدر رو کلن چون کرده بودم، من بقیهشون پا گرفته بودم، اونها رو کارش نمیدونستم بکنم. بعد نفر برمیگرده و من میگه سعید ولف با توه، نترس. طرف به من میگه نترس. ببخشید آقا، شرمنده تاپوان، راست میگی من ترسیدم. آقا کیرم تو کس مادرت؟ سعید وولف بزن دیگه، سعید وولف دایی بزن. آخر سرش هم که ریده سوری، تقصیر مرتضی بود، تقصیر ویبر بود، تقصیر سنکینگ بود، تقصیر چمنای توی بازی بود، سوری. اوکی، وای خدا خیالم راحت شد. آی این سوریو که گفتی آخه مشکلات حل شد. بچه ها ما بردیم، بچه ها دنیا نجات پیدا کرد، تاپوان سوریو گفت مادر تو گایدم سعید ولف، کیرم تو کس مادر کسی که به تو بازی یاد داد، حرومزاده مادر جن. خدای بزرگی پدرسگ، نمیدونین چقدر تو بازی چت میده، گندگوز خارکسه مادت جنده حرومزاده کسکش زرزرو تو بازی فقط گوه میخوره، کیرم هم نیست خارکسه، به جون مادر قبه هم به من چی میگه؟ دسته بعد من میرم روبرو، دسته بعد من میرم رو به رو. میدونی وقتی اون چتا نوشت داشتم به چی فکر میکردم؟ داشتم به این فکر میکردم که برم رو به روش مادرشو بگم. بعد چی میکردم؟ گفتم حاجی، حاجی امید، خب این کسخولو ببری که دیگه این کسخول چه بردن نداری که تکلیفش معلومه، زاویست بابا، یه بازنده است داشت امید، چیو میخوای ببری تو؟ یه گندگوز. به من بر میگرده میگه باشه من دسته بعد میرم روبروت. به من میگه من دسته بعد میرم روبروت. تاپوان ایران، بچه یه سوال، واقعا تو ایران اینجوری بازی میکنه؟ ها؟ یعنی واقعا تو ایران این شکلیه بازی ها؟ بچه ها، رفقا، عشقا، همه تونو دوست دارم، واسه همه تون احترام قائلم، دم همه تونم گرم، ولی یه نکته رو فراموش نکنید، یه خواهش از همه تون دارم، از هر کسی که داریم ویدیو نگاه میکنه و تو ایرانه و تو پلتفرم های دیگه بازی میکنه، بچه ها یه خواهش دارم،
اگر واقعا مثل سعید ولف، مثل این چاغال، با کمال احترام، بچه ها دوستتون دارم، رسپکت به همتون، همتون عشقین، با کمال احترام بازم دارم بهتون میگم، اگر مثل، اگر واقعا سطح بازیاتون مثل سعید ولف، آی سی کاپ نیاین. میدونین چرا؟ آی سی کاپ مطلق طبق قانون و تیم پلی و قواعد پیش میره، تو اینجا دنبالتون میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه هیروی درست رو پیک کنین و قرار باشه شما هیروی درست رو پیک کنین و این کارو نکنین و هیروی دل بخواهتون رو پیک کنین، باختتون 100%. یعنی از هر 10 تا بازی 8 تاشو میبازین یا 9 تاشو میبازین. اینجا آی سی کاپ اینجا اصلا شوخی نیست، اصلا اینجا شوخی نیست. اینجا با ایدولوژی ایران نمیشه بازی کرد بچه ها، اصلا و ابدا. اینجا فرق میکنه. اینجا من اون موقع که تازه اومده بودم بد فشارم دادن، بیرحمانه منو دریدن تو اینجا، تا الان به جایی رسیده. این استاتس منه بچه ها تو همین لحظه، 181 برد، 27 تا باخت. اینم کیلا 3100 تو همین لحظه، تو همین چند تا بازی، تو همین 180 تا بازی، 200 تا بازی. بچه ها باید اینجوری باشی، غیر از این چیز جوره جواب نمیده. خیلی مزخرف بود خدا وک، اصلا کلا بازی اینجوری بود. فهمیم میام حالم گرفته شد کیلی. میبینم اتون بچه ها چیکار، چاره نیست. نظرتون رو کامنت کنیم واسم حتما، خیلی دوست دارم ببینم نظرتون در مورد این بازی چیه و تاپوان ایران به نظرتون چجوری بود. به نظرتون بچه ها تو کامنت ها حتما من بگید تاپوان ایران توی این بازی با پیکش چیکار کرد، آیا راست میگفت یا نه، پیک درستی بود، مشکل کجا بود؟ من بگین حتما. کانال همین زیره، شیر، لایک، سابسکرایب و البته کامنت هم که بهتون گفتم نسبت به چی بسن بذارید.